مراسم 40 علی عباسی که چند روز قبل از اتمام خدمت سربازیش کشته شد، با سخنان دلیرانه و حیرت‌آور خواهرش به اوج رسید. شاید به جرأت بتوان گفت خواهر علی عباسی باب تازه‌ای در عزاداری برای برادر گشود. او بود که به برادر گفت شیپور جنگ هم بعد از تو دیگر نواخته شد و مرد از نامرد تشخیص داده شد و فرزندان ایران خاتون مانند ققنوس از دل خاکستر برخواستند. تو خیابونا قدم میزنم، پسرها رو میبینی که دست دست جمع شدن و دارن برنامه شب رو میچینن. شاید باورت نشه، ولی هنوز هیچ کس دلش نیومده آگهی های تحریم حفلتون رو از در و دیوار بکنه. شب که میشه پسرها شهرها رو با شعارا قشنگ میکنن، صبح هم دخترها یه عالم کاغذ از اسماتون روی سنگ فرشا میریزن تا برسن به مدرسه. شیپور جنگ هم نواخته شد، دیگه مرد از نامرد تشخیص داده شد. راستی چند روز پیش بازجی کارتو باید خدمت تو آورد، همونی که یه عالمه منتظرش بود. بالاخره رسید، این مردم هم اومدن که شیرینی کارت تو بخورن. رفقا 40 روز باشگاه نرفتن، بابا همه موهاش داره سفید میشه، مامانا که نگو، شبا یواشکی گریه میکنه که من نفهمم. ولی داداش یادشون رفته که تو اینجایی، تو همیشه اینجا بودی. روی سنگ داداشی برات نقش ققنوس زدیم، تا یادمون باشه جوونای ایران خاتون مثل ققنوس میمونن. از خاک سرشون پرندهی متولد میشه که افسانه‌ای و جاودان، به سلامت دماوند، به پربرکتی خلیج فارس و به درخشندگی هخامنشیان.